محصلان عزیز، السلام علیکم. در این جلسه درسی که نخستین جلسه درسی توسعه دیتابیس دو با دیتابیس اوریکل است، شما را خوش آمدید میگم و میخواییم که در مورد اوریکل، قابلیت های اوریکل و همچنان در مورد نسخه ها، روش نصب و همه بخش هایی که در اوریکل وجود دارند به شکل فشرده برای شما معلومات دهم. اونگونه که میدانیم اوریکل خودش نام شرکت است، نام کمپانی هستند. اما اینا بنا به پالیسی که خودشان تعریف کردن، محصولشان نیز به نام اوریکل است، یعنی دیتابیسی که اینا دارن هم به نام اوریکل در سطح جهان معرفی شده است و همچنان معروف است. RDBMS اوریکل یکی از RDBMS های پرقدرت از لحاظ امنیتی، از لحاظ مدیریت دیتا، از لحاظ سرعت پروسس دیتا در بین تمام RDBMS هایی که در جهان وجود دارند از شهرت خاص برخوردار هستند. و همچنان کمپانی اوریکل که یکی از کمپانی های مشهور در ایالات متحده آمریکا هست و همچنان در دنیا شهرت ویژه‌ای دارن و وظیفه و کار از اونها هستن که بیشتر اپلیکیشن ها و همچنان نرم افزار های امنیتی، بانکی و همچنان در بخش های دیگر اینا دیولپ میکنن. خیلی از سیستم های بانکی جهان را کمپانی اوریکل دیولپ کردن و همچنان خیلی از نرم افزارهای بخش امنیتی کشورهای جهان توسط کمپانی اوریکل دیولپ شدند. متخصصین اوریکل بیشتر بر علاوه از اینکه دیتا درست مدیریت شود، دیتا به شکل درستش پروسس شود و در اختیار استفاده کنندگان قرار بگیرند، اون چی که در اوریکل استثناء هست یا ویژه هست سطح امنیت دیتایشان هستند. تا هنوز در مقالات و تحقیقاتی که ما شما میخوانیم دیتابیس اوریکل هنوز هک نشودن و همچنان فیصدی بیشتری از مردم دنیا علاقمند است تا از دیتابیس اوریکل استفاده کنند. ارقامی دقیقی که نشان میتن بیشتر از 54% اپلیکیشن های دنیا که در سیستم های بانکی هست، سیستم های امنیتی کشورهای جهان است، آنا توسط اوریکل دیولپ شدن و یا اینکه بکند و اپلیکیشن ها دیتابیس اوریکل است و فرونت اندش احتمالاً ممکن بعضی از کمپانی ها آنها را دیولپ کنند. خود دیولپ کردن اپلیکیشن کار خیلی آسان هست، زبان های برنامه نویسی هست، میشه که ما یک محیطی انترفیس برای اپلیکیشن بسازیم. اما دیتا سورس یا بکند مشکل است که توسط یک کمپانی یا یک شرکت رو دیولپ شد، چون ساختار و مکانیزم اینایشان بسیار مغلق است و همچنان نیازمند سرور هست. پس هر دیولپر یا هر کمپانی که در بخش دیولپمنت کار میکنن، اونا قادر نیستن که سرورها رو دیولپ کنن. اگر دیولپ بکنن هم زمانگیر هست و قیمت و مصرف اپلیکیشن بسیار بلند میشن. پس به این لحاظ هر کمپانی دیگری که هم اپلیکیشن ها را برای سیستم های بانکی میسازن یا سیستم های بخش های دیگری از ادارات که بحث های امنیتی باشن، اونا بیشترشان بکند را از دیتابیس اوریکل انتخاب میکنن و دیتابیس اوریکل یکی از دیتابیس های ویژه در سطح دیتابیس هایی که امروز در جهان هست قرار دارن. من خواستم که با اوریکل بیشتر معرفی شویم و همچنان ای یک RDBMS کاربردی هست و همچنان شما بتانین که قابلیت هایی که در RDBMS اوریکل موجود هست
آنها را برای شما در این کورس تدریس کنیم و شما هم بتانین که اپلیکیشن هایی که دیولپ میکنین در بکند اپلیکیشن های خود از دیتابیس اوریکل استفاده کنین. فهرستی که برای درس دارم نقش دیتابیس در اپلیکیشن ها هستن. وقتی یک اپلیکیشن دیولپ میشن دیتابیس موقعیتش در کجا هستن؟ معرفی اسکویل یا استرکچر کویری لنگویج هست که یکی از زبانهای قدرتمند مشهور در بخش RDBMS ها یا دیتا سورس یا بکین هستند. همچنان در مورد تاریخچه اوریکل اندک صحبت خواهم کرد. نسخه های نرم افزار اوریکل که وقتی ما استفاده میکنیم ضرورت داریم تا یک ستب یا نرم افزارش را باید نخست داشته باشیم و بعد اون را در سیستم خود نصب کنیم و بعد کار آغاز کنیم. بحث بعدی دانلود نرم افزار اوریکل است که ما چگونه میتونیم اینا را از سایت اوریکل دانلود کنیم و همچنان مراحل نصب نرم افزار اوریکل است که یک از بحث‌های مهم و همچنان خیلی ارزشمند برای محصلان هستند که اونا نخست میخواهند به اوریکل کار کنند، چون نصب نرم افزار اوریکل اندک مغلق است و اونا را به شکل آسان و روش‌های بسیار ساده من برای شما نصب خواهم کرد. میم در نخستن بحث خود نقش دیتابیس در اپلیکیشن، در اونجا هم سناریو رو داریم، در اینجا هم برای شما میخواییم توضیح بدیم که یک اپلیکیشن لیرهای مختلف میداشته باشه. اگر به شکل عمومی تقسیم بندی کنیم اپلیکیشن ها را به دو بخش تقسیم میکنن، در اینجا یک خط به شکل نقطه نقطه به خاطر میگذاریم که به این معناست که یک فاصله منطقی هستن، یک فاصله ورچوال یا مجازی هستن، فاصله حقیقی نیستن. در سمت راست خیلی از کتاب ها به می شکل دیزاین میکنن، در اینجا نوشته میکنن که بکند و همچنان نام دیگر هم برای از اونا میتونیم داشته باشیم به نام دیتا سورس. بکند یا دیتا سورس هر دویشون درست هستن. پس در این سمت در اینجا از مخالف از اونا یا برعکس از اونا دیده میشه که اینا فرانت اند هستن و یا میتونیم برای از اینا نام دیگر هم انتخاب کنیم به نام انترفیس. خب اپلیکیشن ها را دو دسته تقسیم کردیم، دو بخش، یعنی دو لایه دارن، یک لایه بکند دارن و دیگرشان هم لایه فرانت اند هستن. فرانت اندش انترفیس هست که متعلق به این یوزر است و یوزرها از استفاده میکنند و بکندش دیتا سورس است یا همچنان بکند هم برشان میگیم، یا موقعیتی هست که تمام دیتای یک اپلیکیشن در اینجا ذخیره میشن. در اینجا میگیم در فرانت اندش چی داریم؟ معمولا در اینجا ما بخش گرافیکی یا محیط گرافیکی را داریم. مثلا ما بسیار برای که کار ما آسان‌تر شود در اینجا یک فرم لاگین فرم دیزاین میکنیم، نوشته میکنیم یوزرنیم و همچنان پسورد دوتا و در اینجا معمولا یک باکس دیزاین میشه به این شکل که داخلش ما بتانیم که یوزرنیم وارد کنیم و در اینجا یک باکس دیگر دیزاین میشه که داخلش بتانیم پسورد وارد کنیم به این شکل و همچنان در اینجا میتونیم که یک بتن داشته باشیم به عنوان که بالای از یک کلک کنیم ما بتانیم لاگین شیم و در اینجا میتونیم که یک بتن دیگر به نام کنسل یا ریسیت یا نام های دیگری برای زنها داشته باشیم. خب خیلی ساده یا به شکل عادی میتونیم که در اینجا یک نام برای زنها بگذاریم به نام لاگین فرم. خب میتونیم که اینا رو به فرمت های مختلف بنویسیم به این شکل و دیزاینش دلخواه هست. تولهای های مختلف، ابزار های مختلف وجود داره که توسط زنها میتونیم را دیزاین کنیم به این شکل. این محیط به نام محیط انترفیس یا فرانت اند میگه و این همیشه در اختیار اند یوزر هستند. اند یوزر کسایی است که آخرین موقعیت استفاده یک اپلیکیشن قرار دارد و یوزرنیم در اینجا اگر ما یک برشان بگذاریم به نام ادمین و پسوردش را فرض کنیم که در اینجا یک دوسه یا چیز دیگری گذاشتیم. در اینجا یک لیر دیگه هم موقعیت داره میشه که لیرش هم در اینجا به شکل یک باکس دیزاین کنیم ولی یاری بعدی هستن که به نام لاجیکال لیر هم میتونیم بگویم و در اینجا بیشتر کودهای که میخواه ارتباط بین انترفیس و دیتابیس برقرار شود در اینجا نوشته میشن. اینا رو میتونیم به نام لاجیکال لیر
یا لیر منطقی نام بگذاریم. پس زمانی که یوزرنیم در اینجا وارد میشه به نام ادمین و پسورد وارد میشه به نام 123، بعد وقتی که بالای لاگین کلیک میکنیم این معلومات میه به طرف لیر منطقی. در لیر منطقی کدها در اینجا نوشته هستن. یکی از بخشایی که در اینجا خیلی مهم است در نخست کانکشن هستن که انترفیس با دیتابیس یک راه ارتباطی توسط کانکشن باز میشن. و بخش دیگری که در اینجا داریم بخشای کویری هستن، اسکویل یا استرکچر کویری لنگویج میتونیم در اینجا اینا رو به نام اسکویل اگزیکیوشن داشته باشیم. و اسکویل اگزیکیوشن کارش هستن که اینا بخشا یا کویری هایی که در اسکویل وجود دارن اونا رو اجرا میکنن. و در اینجا بخشای دیگری هم هستن و در اخیرش در ختم هر کد کلوز کانکشن هستن. کانکشن یک بار باز میشه و در ختم پس بسته میشه. خب بحث ما در اینجا بیشتر نیست و اینا کارش یا تکنولوژیایی که اینا رو میتونن کار کنن زبانهای برنامه نویسی یا پروگرامینگ لنگویج هستن. پروگرام لنگویج های زیاده در سطح دنیا موجود هست. پایتون هست، جاوا هست، C++ هست، همچنان ویب پروگرامینگ لنگویج مانند PHP هستن. امکانات در ASP.NET ما داریم، همچنان C# هست و بسا زبان های دیگری وجود دارن که توسط اونا میتونیم کار را انجام بدیم. اما بحث اساسی ما در قسمت بکیند هستن. در بکیند معمولا مدل یک دیتابیس به این ساختار رسم میشه یا دیزاین میشن. اینجا میتونیم که یک مدل دیتابیس داشته باشیم. میتونیم دیتابیس های زیادی در اینجا باشه. تنها دیتابیسی که ما مورد هدف ما هستن که اوریکل است، تنها اینا دیتابیس یا RDBMS نیستن. در دنیا RDBMS های زیادی وجود دارن. میشه ما در اینجا چون هدف یا تارگت ما اوریکل هست، اوریکل با عنوان دیتابیس خود در اینجا برگزینیم. در دیتابیس چی کار میشه؟ بعد لیر منطقی در اینجا وصل میشه به دیتابیس و پس دیتابیس دوباره وصل هستن به لیر منطقی و بین از اینا یک کانال، یک چنل وجود دارن که دیتا از سمت لیر منطقی یا سمت انترفیس حرکت میکنه به سمت دیتابیس، در اینجا ذخیره میشه و پس دوباره از سمت دیتابیس میایه به سمت اپلیکیشن قابل دسترس هستن. در داخل دیتابیس معمولا ما تیبل ها داره. میشه که در اینجا لیستی از تیبل داشته باشیم. یک تیبل بسیار کوچک در اینجا ترسیم میکنیم به شکل که تیبل آیدی دارن، همچنان نیم دارن و بعضی معلومات دیگر هم میتونیم در اینا داشته باشیم. خب نیم میشه به شکل مخفف بنویسیم، اینا باشن و همچنان پسورد داشته باشن که با پی مینویسیم و معلومات در اینجا ذخیره میشه. و داخل از این دیگر تیبل هم میتونیم داشته باشیم که تیبل دومی دیتابیس هستن. در اینجا هم میتونیم آیدی داشته باشیم، نیم داشته باشیم، مثلا آدرس داشته باشیم. و در اینجا هم به شکل تیبل ها معمولا مجموعی از روها و کالم ها هستن. و همچنان تیبل دیگری ده ها تا صد ها تیبل میتونیم در اینجا ایجاد کنیم. نظر به ضرورت تیبل ها میتونه در اینجا مرتب شوه. و همچنان وقتی که تیبل ها ایجاد میشن دیتا از محیط انترفیس میاین، در داخل تیبل ها ذخیره میشن. این ساختار فرونت اند و بک اند یک اپلیکیشن است که در این سمتش از پروگرام لنگویج ها استفاده میشه و در این سمتش دیتابیس ها هستن و زبانی که در اینجا کاربرد دارن به نام اسکویل یا استرکچرد کویری لنگویج هستن. پس اگر ما با دیتابیس اوریکل کار میکنیم، اگر دیتابیس های دیگری هم در اینجا وجود دارن، اینا رو به نام RDBMS هم میگن، Relational Database Management System، که سیستم های مدیریتی دیتابیس
ارتباطی هستن و همچنان نام خوبتر از اونا میشه که به نام دیتابیس هم بگیم. گرچه دیتابیس اصلا نمو فضای ذخیره سازی دیتا هستن که داخلش آبجکت ها ایجاد میشه، پس اگر اینا رو دیتابیس بگیم هم مشکل نداره، آردبیس بگیم هم مشکل نداره و تعداد از اونا زیاد هستن. ما صرف یک دیتابیس اوریکل در اینجا چون موضوع درسی ما هستن یا معرفی دیتابیس اوریکل هستن، اونا رو به شکل نمونوی در اینجا معرفی میکنیم و بقیه دیتابیس ها را هم میتونیم که اندکی برایتان معلومات ارائه کنیم. و هر تیبلی که در اینجا استفاده میشه اینا میتونه که دارای نام باشه، اینا مثلا تیبل یوزر هستن، اینا مثلا تیبل استودنت هستن، خب اینا رو بر فرض انتخاب میکنیم، اینا تیبل تیچر هستن و اینا هم تیبل امپلایی هستن. میتونیم که برای هر تیبل خود نامهای مشخص داشته باشیم و همچنان ستونهای از اینا رو هم در اینجا مشخص کنیم که اینا هم دارای آیدی هستن، اینا دارای نیم هستن، میشه که اینا رو با لست نیم مشخص کنیم، اینا هم آیدی دارن، همچنان نیم دارن و همچنان آدرس دارن. یک ساختار مختصری از یک اپلیکیشن مکمل هست که هم دارای فرانت اند است هم بک اند است. ادامه بحث در جلسه بعدی. از توجهتان تشکر.